همچنان از ایران میدونیم که بازار فیلتر شکن‌ها در ایران با اوج گرفتن فیلترینگ داغ‌تر شده، بازاری که بخشی از اون در دست وابستگان و نزدیکان حکومت. امروز سایت اقتصاد آنلاین در گزارشی به این بازار پرسود پرداخته که البته ساعتی بعد این گزارش رو از وبسایتش حذف کرد. بر اساس این گزارش حدود 80% مردم در ایران برای ورود به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. با توجه به فیلتر بودن خیلی از موتورهای جستجو و اغلب پیام‌رسان‌ها، ممکنه آمار حتی بیش از این هم باشه. وضعیت اینترنت شرکت موبین نت، ببینید هیچی، تعطیل. حالا سعی میکنیم با وی پی ان ببینیم که، ببینید وی پی ان همه چی کاملا به درستی کار میکنه. میانگین استفاده ایرانی ها از اینترنت در روز 169 دقیقه، یعنی نزدیک به 3 ساعت در روز. میانگین استفاده روزانه از اینترنت در جهان نزدیک به 400 دقیقه است. فیلترینگ گسترده، کیفیت پایین شبکه اینترنت، گرانی و پایین نگه داشتن عمدی سرعت اینترنت میتونه از دلایل کم بودن استفاده از اینترنت در ایران باشه. 87% مردم با موبایل از اینترنت استفاده میکنن. با وجود اینکه تعداد کاربران موبایل در ایران بیشتر شده، اما کیفیت و خدمات اینترنت موبایل بهتر نشده. این هم ضریب نفوذ اینترنت موبایل در ایران بر اساس آمار رسمیه. با وجود گستردگی بازار اینترنت در ایران از یک طرف و فیلتر شدن اینترنت از طرف دیگه، کار و کاسبی فیلتر شکنها در ایران سکه است و گردش مالی فیلتر شکنها در سال گذشته تا 30,000 میلیارد تومان هم برآورد شده، یعنی تقریبا به اندازه 40% بودجه شهرداری تهران. یک چهارم کاربران اینترنت در ایران مجبورن از فیلتر شکن پولی استفاده کنن. بر اساس برخی گزارش ها گردش مالی فیلتر شکن ها در ایران امسال به 50,000 میلیارد تومان رسیده. قبلا اخبار درباره دست داشتن بعضی افراد نزدیک به حکومت در فروش اینترنت منتشر شده بود. مثلا شرکت بترنت متعلق به حمید رضازاده، فرزند NCA خزعلی، معاون رئیسی در کانادا. خزعلی البته خودش این مسئله رو تکذیب کرده بود. وزیر ارتباطات هم قبلا گفته بود اطلاعی نداره که این پول ها به جیب کیا میره. بشه بازنگری کرد که به حال نیاز مردم به فیلتر شکن رو بتونیم کم بکنیم. من بارها عرض کردم یکی از دلایل کندی و تجربه کاربری بده هموطنان عزیزمون اینه که مواقعی که فیلتر شکن رو روشن میکنن، طبیعیه که به حال سرعت دسترسیشون و کیفیتش کاهش پیدا میکنه. فیلترینگ البته تاثیر زیادی در استفاده از وبسایت ها و پیام رسان ها نداره. مثلا تعداد بازدید از پست های تلگرام در سال گذشته با وجود فیلتر بودن 590 میلیارد باد بوده. استقلال اقتصاد آنلاین نوشته تعداد بازدید از فروشگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی هم 780 هزار بار بوده. هفته قبل آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی گفته بود میزان ترافیک ناشناس، یعنی ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکلش نیست، از 5 به 25% رسیده. آذری جهرمی گفته بود این آمار یعنی شکست فیلترینگ.